رجوی میترسه ولی بسیار راحت بود اینها رو از لیبرتی منتقل کردن سنا همه بالاست بر از یه عده معدود بیچارهایی که در اون روزهای آخر فری به این دارو دست سر خوردن ولی این جوون ها عمرشون رو گذاشتن پیر شدن در اونجا به بالای پنجاه سال شهت سال رسیدن و حالا نیاز به آرامش دارن نیاز دارن به همینه که اومدن آلبانی در حال که آلبانی جای خوبی هم نیست دست از سرشون بر نمیده رجوی چون میترسه چون میترسه مثل اون بقیه مثل اون خانمهایی که در مجاهدین بودن مثل جوانهای دیگری که بودن مثل کریم حقی و دیگران ولی مثل اونا بیاد صحبت کنه میترسه رجوی وحشت داره اسرارش بریزه بیرون شما یادتونه اون کار نادرستی که کرد اون کاری که کرد که به اسم فروغ جاویدان هزار و اندیه بچه های مجایدون رو به کشتن داد و بعد فرمان هم خانم رجوی میداد کار هزار نفر جوان این مملکت رو بکشن که آقای رجوی لیست قربانیانش رو زیادتر بکن خیلی بد کردی آقای رجوی ای کاش شهامت داشتی میمدی اعتراف به خطا میکردی همین الان که مزدوران جمهوری اسلامی لیبرتی رو زدن چرا پا نمیشی چرا خانمت به جای این نمایش های پاریسی پا نمیشن ایشون برن با سازمان ملل صحبت کنن با دولت های بزرگ با فرانسه این بچه ها رو بیاریم بیرون اینا رو اونجا نگه داشتید برای چی؟ یه روز میگفتید اشرف محال ما بریم بیرون البته ماشالله روز به روزم جوونتر میشن خلاصه جراحی پلاستیک و رنگ مو و رنگ سیبیل